سلام، شب همه دوستان عزیز بخیر. با شبنامه در خدمت شما هستیم. این ثانیه ها همه منتظر اخبار منطقه غرب آسیا هستند ببینن چه چیزهایی در حال رخ دادن است، به ویژه بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله، به ویژه بعد از عملیاتی که ایران انجام داده و ادامه ماجراها. میخوایم بررسی کنیم ببینیم که چه چیزهایی در حال رخ دادن هست. منتها قبل از هر چیزی باید خدمت شما عرض بکنم فردا نماز جمعه بسیار مهمی در مصلی تهران برگزار خواهد شد. شخص امام خامنه ای در نماز جمعه فردا شرکت خواهند کرد، صحبتهایی خواهند داشت که این صحبتها بسیار بسیار مهم خواهد بود. دوستانی به من پیام دادن گفتن از گرمسار راه افتادیم، میخوایم بیایم تو این مراسم باشیم. دوستان از نقاط مختلف تهران به من پیام دادن، توی کانال هم کامنتایی هست، گفتن فردا حتما شرکت میکنیم. از ساعت 5:30 صبح درب مصلا باز، ساعت 10:30 به بعد برنامه ها شروع میشه تا زمان اقامه نماز که توسط شخص رهبر خواهد بود. پیام های بسیار مهمی در همین حضور رهبر ایران برای نماز جمعه فردا وجود داره. بعد از شهادت شهید اسماعیل هنیه، بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله، بعد از عملیات‌های خرابکارانه از این دست که توسط موساد انجام شد، خیلی ها گفتن آقا جان رهبر ایران در خطر است. بله، کی گفته جان رهبر ایران در خطر نیست؟ مشخص است که جان رهبر ایران هم در خطره. حالا که چی؟ این جمله یعنی چی؟ گفتن آقا این باید یک جای رهبر پنهان بشه، یه وقت بهش آسیب نزنن. بعضی ها گفتن نه، اصلا مسئله فراتر از این صحبت هاست. رسانه های وطن فروش گفتن رهبر ایران رو بردن یه جایی پنهانش کردن و جلساتش داره خاص برگزار میشه، محرمانه برگزار میشه، اینا به مردم نمیگن، اینا فلان نمیکنن. فردا رهبر ایران شخصا سخنرانی میخواد بکنه در جمع مردم خودش، در جمع کسانی که پای صحبتاش میخوان بیان بشینن. این صحبت ها همونطور که عرض کردم پیام های مختلفی داره. بخشی از پیام ها در شرایطی که فرماندهان و رهبران رو به شهادت رسوندن این هست که او هم مثل یاران خودش، مثل کسانی که در لبنان در دیگر نقاط در میدان هستند و مثل آنهایی که به شهادت رسیدن، نه ترسی داره نه واهمه ای داره و بدون تعارف بدون ترس در میدان هست و خودش رو برای هر اتفاقی آماده میکنه. الان ممکنه بعضی از دوستان بگن ممکنه خطر داشته باشه، ممکنه بخوان علیهش عملیاتی بکنن، ممکنه بخوان کاری بکنن. ببین، شما یه چیزو مطمئن باشید و اونم اینه که خود رهبر ایران زمانی که تصمیم گرفته در نماز جمعه فردا حضور پیدا بکنه، اطمینان داشته که هر چیزی ممکنه رخ بده. یعنی اقدام برای اینکه بخوان علیه جان ایشان هم کاری بکنن، بله ممکنه در دستور کار باشه. آقا اگه اینا رو میدونه پس چرا حضور پیدا کرده؟ قبل از همه اینها، قبل از اینکه ایشان بخواد به اینکه بیاید یا نیاید فکر بکنن، به اینکه حضور داشته باشد که دیگران دلگرم باشن یا نه فکر بکنن، این مسئله به خیلی ها گفته شده. دستورالعمل ها برای خیلی ها تعریف شده از سوی خود ایشان که اگر کسی غلطی انجام داد، اگر رژیم جرأت کرد کاری بکنه، اگر خواست علیه ایشان دست به حماقتی بزنه، از فردا مدل رفتار ایران باید چگونه باشد و چه چیزهایی باید رخ بده. من اینها رو گفتم که به اینجا برسم. رفتار رهبر ایران، رفتار شهید سید حسن نصرالله و رفتار حاج قاسم، شهید اسماعیل هنیه و دیگران نشان می‌دهد که اینها مسئله رو کاملا این شکلی فهمیدن که این سوی میدان چیزی به نام قائل به شخص بودن اصلا مفهومی نداره. ما اومدیم یک بازی رو با همدیگه پیش ببریم، به هدف برسیم. هر کسی ترور بشه، هر کسی جانش به خطر بیفته، هر کسی آسیب ببینه، بعدی بازی رو پیش خواهد بود. و البته اینم خدمت شما عرض بکنم، حتما هر کسی اشراف داره به این قضیه که اگر کسی جرأت بکنه بخواد اقدامی علیه ایشان انجام بدهد، واکنش ها غیر قابل باور خواهد بود. من فارغ از همه این صحبت ها خدمت شما عرض بکنم، بعد از 1001 عملیات تروری که انجام شده، هیچ رهبری در هیچ کجای دنیا حاضر نمیشه در این شرایط بیاد با مردم خودش مستقیم سخنرانی بکنه، اونم در شرایطی که طرف مقابل کلی تهدید کرده من پاسخ میدم، من فلان میکنم. ما باید این رو بپذیریم. بعد از سالیان سال که ایران حاکمان ترسو و بزدلی رو به خودش دیده در دوره قاجار، از پهلوی صحبت نمیکنم، به خاطر اینکه قاجار بالاخره در میدان یه کاری کرده، یه کارنامه‌ای داشته که تو بتونی قضاوت بکنی. پهلوی بی کارنامه زمانی که آنهایی که در غرب هستن، آنهایی که در شرق هستن، خواستن تو کشور ما جلسه بذارن، نشست برگزار بکنن، اومدن دیدار کردن،
با هم صحبت کردن، عکس یادگاری هم گرفتن. اصلا شاه ما خبر نداشته. ایران بعد از سالیان سال دیدن چنین افرادی در خودش که اصلا با مرام و شخصیت ایرانی هیچ نسبتی نداشتن، هیچ سنخیتی ندارن، این رفتارهای بزدلانه‌شون منظورم هست، حالا شاهد کسی هست، شاهد فردی هست که نترسانه، دلاور، مردانه و غیورانه وسط یک جنگ تمام عیار فردا خواهد آمد به جهت اینکه حرفهای خاص خودش رو بزنه، پیام خاص خودش رو به طرف مقابل منتقل بکنه و ادامه ماجراها. ما باید صبر بکنیم ببینیم که فردا چه نکاتی توسط ایشان مطرح خواهد شد، برنامه که از سوی ایشان مطرح می شود چه خواهد بود و در میدان چه چیزی رو خواهد داد. بعد از صحبت ایشان لازم هست یک خلاصه ای هم خدمت شما عرض بکنم از اتفاقاتی که الان داره رخ میده. کمی قبل از اینکه این برنامه رو برای شما آماده بکنم، مقاومت لبنان اعلام کرده که یک کمین علیه نیروهای رژیم صهیونیستی انجام داده و 20 نظامی صهیون در این کمین کشته و زخمی شدند. درباره این کمین، این رو هم خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که به اصطلاح خودمون بمبی که کار گذاشتن برای حذف صهیونیست‌ها از قبل کار گذاشته نشده، در همین ساعات اخیر اینو کار گذاشتن، در همین ساعات اخیر که جنگنده بالا سرشونه، هواپیمای رصدی بالا سرشونه، خود صهیونیست‌ها به میدان دارن نگاه میکنن، تو این ساعت ها اینا اومدن هوشمندانه همچین عملیاتی انجام دادن. این وضعیت میدان در شمال فلسطینه. اینم خدمت شما عرض بکنم، یه صهیونیستی، حالا این البته خیلی شاید در اولویت نباشه ولی در کانال گفتیم اینجا میگیم، یه صهیونیستی فیلمش منتشر شده بود ابتدای درگیری غزه که میگفت یه دختر بچه 12 ساله کشتم توی فیلمی که منتشر شده، بعد میگفت دنبال یه دختر بچه کوچولو میگشتم که این خردسال باشه اونو بکشم، پیدا نکردم همچین چیزی. دیروز توسط عملیاتی که رزمندگان مقاومت لبنان انجام دادن، این مردک هم به هلاکت رسیده. این از جمله چیزهایی بود که باید خدمت شما عرض می‌کردم. خود نیروهای رژیم صهیونیستی هم به طور رسمی به هلاکت 7 تا از نیرو 17 تا از نیروهای خودشون در روزهای اخیر اشاره کردن. یه خبرم الان شنیدم تحت این عنوان که رژیم صهیونیستی به طور رسمی امروز از جنگنده برای بمباران کرانه باختری استفاده کرده. این حرف میدونید یعنی چی؟ الان فکر میکنم برای اولین باره که در خیلی سال اخیر، حالا چون حضور ذهن ندارم عدد نمیتونم بگم، برای اولین باره داره در کرانه باختری از بمباران استفاده میکنه، اونم توسط جنگنده. ترجمه ساده ترش این هست که اینا جرأت حاضر کردن نیروی زمینی در کرانه باختری ندارن، در عملیات های قبلی هم تلفات سنگین دادن، به این جنبندگی رسیده باید این شکلی حلش بکنه. این وضعیتی هست که الان رژیم درش قرار گرفته و نمونه ایش رو به عنوان نمونه من این خبر رو خدمت شما عرض کردم. اینم باید خدمت شما عرض بکنم، رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به این اشاره کرده پاسخ به ایران با هماهنگی کامل آمریکا خواهد بود. اینا به ما پاسخ نمیدن، اینا قراره به ما حمله کنن چون ما پاسخ به اینا دادیم. اینا ترور کردن از ما، میهمان ما رو کشتن، ما به اینا جواب دادیم. عملیاتی که میخواد انجام بده خودش داره اعتراف میکنه با هماهنگی آمریکا. آمریکا که در عراق پایگاه داره، در کشورهای اطراف پایگاه داره، ناو داره تو این منطقه، حق نداره برگرده بگه که من خبر نداشتم، من اطلاع نداشتم. اینا هر کاری کردن به آمریکایی‌ها اطلاع دادن. شهادت شهید سید حسن نصرالله رو طبق ادعای خودشون چند دقیقه قبل از اینکه عملیات صورت بگیره آمریکا در جریان بوده، میتونسته اعلام بکنه من موافق نبودم، من خوشم نیومده، آقا من نمیخوام این کار انجام بشه، آقا من با اینا نیستم. نه، آمریکا بخشی از ماجراست. و اینم که خدمت شما عرض میکنم، منظورم این نیست آمریکا بده، منظورم اینه که آمریکا در مراحل بعدی بازی قطعا هزینه خواهد داد. و اینم خدمت شما عرض میکنم، امروز صدای 8 انفجار در حیفا شنیده شده، در تل آویو به همین شکل صدای انفجارهای مختلفی شنیده شده. یکی از مقامات رژیم صهیونیستی گفته چیزی در حدود 10 میلیون نفر، یعنی همه شهروندان رژیم، وادار شدن تو عملیات ایران برن تو پناهگاه‌ها. خیلی از ویرانی‌های خودشون الان دارن صحبت میکنن که من از همه اینها عبور میکنم. هشداری هم از سوی ایران به حامیان رژیم صهیونیستی داده شده. نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به حامیان رژیم توصیه کرده وارد تقابل با ایران نشوید و خود را از این معرکه کنار بکشید. این پیامی هست از سوی ایران خطاب به کسانی که حامی رژیم هستن. در این خصوص هم باید خدمت شما عرض بکنم که علاوه بر صدای انفجارهایی که شنیده شده،
ما امروز فیلم ها و تصاویر مختلفی از اصابت های موفق داشتیم. این بخشی از اتفاقات بعد در نظامی هایی که امروز در مرز لبنان به هلاکت رسیدن، افسران گردان 202 در تیپ چتر بازان رژیم دیده میشن، نیروهای نخبه رژیم دیده میشن، نیروهای تیپ گولانی هم حضور داشتن. و مسئله ای رو باید خدمت شما عرض بکنم به عنوان مسئله پایانی که برای من خیلی مهم هست. کل برنامه‌ای که امروز خدمت شما دوستان عزیز ارائه دادیم یه طرف، کل محتواهایی که تا الان ارائه دادیم یه طرف، مسئله مراسم فردا، نماز فردا و حضور شخصی امام خامنه‌ای در مراسم فردا یه طرف. هر رفیقی صدای من رو میشنوه در ایران، امکانش رو داره، شرایطش براش فراهمه و میتونه این کار رو بکنه، حتما فردا در مراسم حضور داشته باشید، حتما در نماز جمعه فردا باشید. من امروز توییتر رو که نگاه میکردم، یه سری از این کاربرها با پوشش‌های خاص، با ظاهرهای خاص، یه سری از این کاربرها که تو پروفایلاشون تاکید دارن باورمند نیستن، یه سری ها که نوشتن مخالف جمهوری اسلامی هن. اینا گفته بودن اگر فردا ایران بودیم حتما شرکت میکردیم، چون مسئله ایرانه، اینا دارن ایران رو تهدید میکنن، برای ایران دارن پرروبازی در میارن، بعدم رهبر ایران خودش شخصا به خاطر ایران داره حضور پیدا میکنه، به خاطر ایران داره حضور پیدا میکنه، با اینکه خیلی ها شاید اگر در نقاط دیگر دنیا بود شاید چیه، هیچ کدوم از رهبران دنیا در شرایط فعلی همچین کاری رو انجام نمیدادن، همه ترجیح میدادن برن پناهگاه. پس من تاکید میکنم چیزی مهمتر از شرکت در مراسم فردا نخواهد بود. من طولانی ترش نمی کنم. اگر نکته‌ای داشتین، اگر حرفی بود، حتما در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. دعا برای رزمندگان مقاومت فراموش نشه، جوشن صغیر فراموش نشه، صدقه کنار بذارید، این صدقه ها بسیار مهم هست، یاریگر رزمندگان مقاومت خواهد بود. خیلی جالبه، تا یادم نرفت وسط این صحبت باید به شما بگم، دارم رسانه ها رو همزمان رصد میکنم خبری نمونده باشه، العربیه که خیلی زور میزنه اخبار مقاومت رو کوچیک بکنه و کم اهمیت جلوه بده، الان داره درباره هلاکت 20 نظامی صهیون در مرز لبنان صحبت میکنه. بخشی از اتفاقاتی که برای رژیم در مرز لبنان داره رخ میده انقدر تکان دهنده است که اینا هم نمیتونن انکارش بکنن. و صبر بکنید، صبر بکنید، مسئله لبنان با مسئله غزه فرق داره، با مسئله غزه فرق داره. اینها بابت غلطی که انجام دادن و حمله‌ای که به لبنان کردن پشیمان خواهند شد، بابت ترور سید حسن نصرالله اینا پشیمان خواهند شد. حالا امروز نگاه بکنید کی برسه اینا بیان بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، از هم سوال بپرسن که اصلا تصمیم چه کسی بوده، تصمیم چه کسی بوده که صهیونیست‌ها همچین غلطی انجام بدن. طولانی‌ترش نمی‌کنم، تأکید می‌کنم دعا فراموش نشه، جوشن صغیر فراموش نشه، صدقه کنار بذارید، هر کجایی تظاهرات دیدید شرکت بکنید، در داخل هر کسی میتونه مراسم فردا، نماز جمعه فردا رو شرکت بکنه، سخنرانی رهبر ایران فردا بسیار مهمه و هر کسی هر نقشی داره با همه توان، با همه انرژی، با همه انگیزه نقش خودش رو درست انجام بده، دیگران رو آگاه بکنید. کسی نباشه از خودش سوال بپرسه یه گوشه که آقا مثلا اصلا جنگ چیه، چرا ما داریم این کارو میکنیم، جنگ چیه که کاملا جمله درستیه، ولی جنگ چیزی است که همینجوری دست به سینه بشینی یه گوشه داره ازت میزنه و میخواد بیاد جلو باد کار داره، تو باید جلوش وایسی، باید بزنی تو دهنش، باید هزینه بهش تحمیل بکنی تا او بفهمد انقدر مفت نمیتواند جایی به نام ایران را ناامن بکنه. اینا رو باید بگیم، من اینا رو دارم برای شما میگم، منظورم اینه که بقیه رو باید آگاه بکنید، به بقیه باید اینها رو توضیح بدید، اینا خیلی مهمه. پس هر کسی دوستانه هم باید توضیح بدیم، ما با کسی دشمنی نداریم، افرادی که این مسئله رو نمیفهمن ناآگاه هستن، دشمن من و شما نیستن. اینها رو برای همه شرح بدید، اگر موردی دیدید در شبکه‌های اجتماعی که داره حرفی میزنه، این حرف به نفع رژیم صهیونیستیه. ببینید اینا در شرایط این شکلی ستون پنجم محسوب میشن، یعنی کسی که داره به دشمن کمک میکنه. سایت گرداب سرچ بکنید در موتورهای جستجوگر، گرداب برید توی سایت گرداب، اینا رو معرفی بکنید، پیج اینستاگرام داره، اکانت تلگرام تو گروه ها کامنت میذاره، خود کانالت هر چی هست ببرید به این سایت معرفی بکنید. سایت گرداب سایتی که مسئولیتش پیگیریه، حتما این کار رو انجام بدید. اگر میبینید کسی طرف اومده نوشته مثلا داروخونه حکیم فلانی، درود بر رژیم صهیونیستی، تو به گور پدرت خندیدی اینو نوشتی، پدر سوخته، حالا صبر کن ببین چه بابایی ازت در بیاری. برخورد کردن با چند تا از اینا، تو دهن اینا زدن پدرشون رو درآوردن، حتی اونایشون هم که تو خارج از کشور هستن، طرف بلند شده رفته یللی تللی، با اینا هم میتونن برخورد بکنن.
اگر موردش خاص باشه، یعنی در حال کار خیلی خاصی در حمایت از رژیم باشه، اونا ایشون هم که در داخل بلبل زبونی در بیارن زرزر بکنن تو دهن همشون میخوره. حتما توی سایت گرداب اگر دیدید کسی داره تو شبکه اجتماعی چرت و پرت میگه به نفع رژیم کار میکنه، بفرستید اطلاعاتشو، به هر شکلی میتوانید حامی مقاومت باشید، لایک، ریاکشن، تولید محتوا. یه سری اکانتای توییتر رو تو عملیات ایران زدن، میدونید که خبر ندارید اینا رو؟ اکانتای توییتری حامی مقاومت رو خیلیاشو بستن. الان بچه‌هایی که تو فضای فارسی داشتن از مقاومت میگفتن، یه سریاشون اکانتشون محدود شده، بسته شده بعضیا. شما حتما اونایی که اکانت توییتر دارن، اونایی که میتونن محتوا بفرستن، اونایی که میتونن لایک کنن، ریاکشن بذارن، فعالیت داشته باشن در توییتر، بیاید جبران بکنید این حسوا رو، کمک بکنید تو این فضا باشید. دیگران هم به همین شکل، من دیگه خیلی توضیح نمیدم. مسئله‌ای که باید خدمت شما عرض بکنم باز هم این هست که صدقه فراموش نشه، دعا بکنید. خیلی روزهای خاص و ویژه‌ای در پیش داریم. رژیم اگر عقل داشته باشه در مقابل ایران سر جاش میشینه، اگر عقل نداشته باشه بخواد گستاخی به خرج بده، به یاری حضرت الله ایران به سمتی خواهد رفت و کاری خواهد کرد که دلهای بسیاری شاد خواهد شد. اینجوری بذابت بگم، بعد از 250 سال بعد از غلطهایی که اینها دارن میکنن، دل ایرانی شاد خواهد شد. ایرانی که حالا ملتهای دیگه که جای خود، اونا هم خوشحال میشن جای خود، ولی ایرانی دلش بعد از 250 سال تأخیر اینا جرأت بکنن ادامه بدن این بازی رو، شاد خواهد شد. صبور باشید، دیگران رو دعوت بکنید به صبوری، به نظاره. دعا فراموش نشه، برای ما هم خیلی دعا بکنید. نکته دیگه ای ندارم. فردا حتما توی مراسم باشید، عکس و فیلمم داشتید برای من بفرستید. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.